سلام دوستان، گل آقا برگشتیم با قسمت اول این پادکست رد. چون چرا رد پادکست رو گذاشتیم بچه ها؟ کسی دلو انتظار داره؟ حالا رد پادکست گذاشتیم چرا؟ جدا از اون الان علی فکر میکنم ببین از الان دیس و دیس بازی شروع نکنه، هنوز نرفتیم تو کاریش. آقا تازه قسمت اول اول کار قبل از سلام دادن منو دیس اینجوری بکنی. ببخشید داداش، بریم قسمت یک. آقا اگه قرار باشه از الان اینطوری بریم دیگه، همدیگه شاد باشین، خوشحال باشین، دوست باشید همدیگه رو، با مهربانی بغل بکنید. سخن بود از بچه های کرد. بوب 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 روزا استاز هستم، خوش آمدین به شبکه ما، همه خانواده استازیا. خوش گلدین. بریم لجه انگلستانش میگه خوش گلدین، بعد با لجه انگلستانی. آقا امروز برگشتیم با قسمت اول پادکست. خب تو این قسمت مثلا چین چی آوردم نگاه کنیم بچه ها از کجا پیدا کردم. تو لعنتت کنه توف اون صورتت کسی جلو جوری داری ناپلونی میزنی. میلای پدرو منو یاد پابلو میندازه، خدا رحمت کنه. پابلو از علی اکسپرس، از ویش علی من سیز پابلو پابلو یک نشون بده میشه من بابا شبی. خب برم بزنم پابلو اسکو ماستش. موهاش هم همون طوریه حاجی، راست میگه. حالا یکی دیگه وایستا بیا بلی سروش دادنه سریس خیلی سروش میره اون برای دوبین یه تیکش میخوره بعد میاد جلو. هادی میخوام آی خدا عشقام چیزت نریزه. چی میگم؟ پشمام لنرون میگه تو What are you doing mate؟ حالا بذاری چی میگه بگم؟ انگلستانی بذار مثلا انگلستانی بگم I'm gonna shank you my f**k What are you doing mate؟ نه بابا پاکستانیه میاد اینطوری میکنه. اوکی What are you doing? What are you doing mate? Do you really think this is a bloody f**k? This is not in here man. This is doing Mother You think everything joking? آقا تو این قسمت پادکست شماره یک قراره بریم در حواشی آخر رپ داریم. حسین که در مقابل هیچ کس رفته، هیچ کس دوباره بچهای فدایی فرستر دیس کردن حسینو. این داستان حسین برای یکی از این معدود تایمایی بوده که اومده فدایی تیم فریستال مستقیم دیس کرده. میخوایم برای اولین بار، واقعا برای اولین بار میخوایم واسه بچه‌ها، من میخوام حسینو بذارم، من خودم نشینم چی گفته، میخوام قشنگ با بچه‌ها ریاکشن مستقیم کنیم. بعد سروش 3 سال رپ گوش نکردم، 3 سال من اصلا 12 سالم گوش نکردم، حالا گوش کردم فقط آهنگای خوبش بود. اصلا هیچی گوش نگردن، 3 سال میشه تو فاز رپ اصلا نیستم. خب خوبیش هم اینه تو این داستان همه میشنوید داستان رو ببینین فازش چیه. ناپلونی رو یادت نره، ای دهن سرویس تام داشتی نه؟ تو چند تا الان یه دونه خوردی؟ چند تا برداشتی تو؟ یکی بابا یکی. دهنتون سرویس اونو گاز میزنی فکر کنی دهنم مثل ببین پوره. انقدر شما این ناپلئون جلوی من خوردید الان روح خدا بیامرز ناپلئون توی قبر داره اینجوری 360 درجه میچرخه دیگه. بستتونه دیگه، من اینجا نشستم من اینجا شیرخر بخورم. این یکی از قسمت‌های خیلی کوچیک از پادکست شماره یک ما هستش، رد پادکست. اونایی که میخوان ببینن همین الان برن تو شبکه پدروز استالز، برن اونجا، کل پادکست لایو اونجا هست. دانالی رضا داریم، سروش داریم. تو این یه تیکه شورت کلیپ این قسمت که میشه جزء پادکست بزرگ اصلیمون، بریم به حسین تا بریم ریاکشن گوش بدیم به اتفاقات اخیر رپ فارسی. ریاکشن رپ داریم، رپ چرا که نه، رپ نه نه سفیستو که نه سفیستو سفیستو الان بچه همه دارن شرم صورتی میبینن. آره بذار اینم در صورت عشق اصلا با شهر میتونی صحبت نکن، اصلا من ناراحت میشم. پلنگ بس خودش ابرو پلنگ. حاضرین بچه ها؟ Let's go. کلاتی بریمش. کلاتی ایران همش 480 با نوکیا فیلم گرفتن.
تاجیر همه میریم همه چه سوی هشته خیلی مثلا It's like me Nokia با Nokia فیلم گرفت مثلا نگاه با این مایکروفری توستری چیزی من دارم میمیرم 3 2 1 برو فرایی دماغ سروالا روش چسب زخم تو عمل صفر فقط استاد نظری دماغ سربالا روش چسب زخم داره میگه دماغش حسین عمل کرده عمل باز بگه داره بار میزین نظر سمینا دماغ سروالا روش چسب زخم تو عمل صفر فقط استاد نظری 7 سال داستان تعریف میکنه یه هفته تو نوچهیت تو محل خودتون استان رضوی خودش نوچه است نه گفت آره گفت حسین تو خودت نوچه ای تو استی خراسان رضوی چون حسین مشهد دیگه حسین واسه آره. بابا کن دیست داره بچ من همیشه گفت خانواده استالزی من چه گفتم فدا یکی از اون رپرهای آینده داره آینده کی داره الان خودش تو آینده است میدونی به چی میگه هفته هفته تو نوچه ایت تو محل خودتون استان رضوی تنلش مفبری قدغن نه زبون سرخی نه سر صف شما رو واسد نو گذاشت دمه در هنو مونده چش تو چش بشیم ببینمت بازت میکنم مثل شب قدر آه میدونی چی گفت چی گفت گفت زبون سرخ نه سر سبز یعنی زبون سرخ سر سبز رو به باد میده ببین این یه سرخ علامت خونینه دیگه نه ببین این یه چیزه یه اصطلاحی استفاده میشه کسی که زبونش تند باشه یعنی سرش رو به باد میده ببین چی میگم یعنی هر کی دهنش الکی اضافه روی کنه آره یعنی خودش رو گم میده آره دیگه مثلا اینکه مثلا بریم جنوب لندن من دارم لندن صحبت میکنم چون لندن میشناسم چرا نمیتونم بگم بریم جنوب لندن سروش میدونه بریم جنوب لندن منطقه سیاست بری اونجا عده گنگرا در بیاد تو چه این توی راه بری یارو میگه پارت میکنن دیگه میزنه چاپوشیان میگه ادیوس می محله ما قلدربازی چیه میای بری سر آره. اینجا همش دعوا فقط سر شماره محله است یعنی تو نیست که مثلا شورتتو پرچم میکنن ها آره آره همونجا پرچم میکنن پلیس هم تو منطقه نمیاد میگه اونجا رفتی با خودت میدونی مثل سوئد میمونه لعنت بهش آره. میشتوی میرزه پشمات تو همونی که انو فوش نداده میگی صدام با دو تا چسبک و سر کش تو اخبار همون داستان 80 کاوازاکی اوه اوه کاوازاکی میدونی اشاره به چی بود نه دو تا اشاره داشت موتور کاوازاکی و یارو چیز بودش توی اخراجیا اوکی مجید سوزوکی مجید سوزوکی آره چون هر کی میگن تو ایران لات بوده قبلا میگن اسم موتور رو شست بوده بودن بقل اسمش دیگه فکر کنم حسین هم بهش میگن حسین کاوازاکی پس همینم گفت نگاه کن کاوازاکی میکس کلنه کلنه سر کش تو اخبار همون داستان 80 کاوازاکی جیرو با تیر میزنم تو رو با کیر میکنم تو جیگرتی تک به تک در میری تو یکم بیاد که سه میشه فیبوناچی لفظ تو لفافه میاد که مواد به گوش ما برسه تا بری بیای بخوای بگی هتته از جیب ساعتی در میارم و میگم رتته میگه شما... قبل از این که اونو در بیاری بگی هتته من کشیدم بیرون کردم تویت میگم تتته وای وای اشکان فدایی داری چی کار میکنی تو اصلا چرا داری اینا رو میبینم میدونی یاد چی میفتم یاد این لاته مجازی ایران هستن که کلیپ میذارن میگن جرأت داری بیا اینجا بعد پیداشون میکنم کساکم فلان رو بسن این کلا هم کلاشون مثل فدایی مثلا میگه کساکم نمیدونم از ترس چیز تا کسا نه تربیت نگیم کلمه قشن نیست ولی من میگم تربیت کرده این سروش هیچ کسه دیگه سروش هیچ کسه که نتونه دیس بده که توی رپ فارس چی میتونه دیس بده یعنی الان ببین یعنی این نوچه سروش هیچ کس حساب میشه آره نوچهش در یعنی اصلا هیچ کس انقدر خوش بزرگ دونسته که نیاد این وسط این اومده نه یاد هست آره آفرین آفرین این رو اصلا داره رپرزنت میکنه این دیسو سروش هیچ کس داره رپرزنت میکنه آره دقیقاً همینه دیگه. خودش نمیتونه چی بگه میاد مثلا اینا رو میفرسته. نه آخه سروش کارشو کرده. 20 سال تو رپ فارس 10 سال اول رو رپ فارس وارد بزرگش کرده. کلاً رو هم داد تو آهنگ خوب داره. من از اول بابا سروش بیشتر نه آقا من با 10 تا رپش واقعا میتونم بگم که اصلا پروردگار میره از اونه. سروش هیچ کس ببین پتانسیلش داره ولی خیلی وقت آهنگ نداد و اکتیو نبود. دیدین که مثلا بعد از این همه سال یه آلبومی داد بیرون و ولی ببین چیزای خوب نداره خوب ساپورت نشد مثلا کسایی نداره که باشون کلاب بکنه هواشو داشته باشن خوب کار بکنه میدونی یه گروه اومد لندن دیگه لندن اومد بچهای تهران از دست داد میدونی اون زمان ایران خوب بود اگه پرودوسر خوب میداشت سیاست اقتصادی نداره بر رپ فارس توش اصلا کلا پول نیست یعنی پولم باشه کم اگرم باشه از اینستاگرامه مردم به تبلیغ میدن تو استوری میذاری پول در میاری
از موزیک های بغل اسپاتیفای، مثلا بگیم یوتیوب امین تسلوی خوب داره پول در میاره چون سابسکرایب باش خوبه، کوتک دیگه یوتیوبر شو. ببین اینقدر پول در میاری به خاطر هر یه دونه استریمت 0.04 سنت میگیری، خب هیچ چیز دیگه زیاد نیست. تو باید میلیونی مثلا مانثلی لیسنرز با داشته باشی تو بتونی پول در بیاری، ولی باید توی مثلا آرتیست ایرانی تو اسپاتیفای زیاد موفق نیستم. آره ولی چون مگه ما چقدر خارجی چقدر ایران داریم که بیرون کشور باشه؟ آره دیگه آدیش اینا تو ایران همه میرن دوزی میکنن، مثلا یارو یا آهنگ بخواد چیز کنه زودی میره دانلود میکنه حال میکنه، کس نمیره تو اسپاتیفای یا اپل مثلا. خیلی بده، هیچ چیز به خواننده نمیرسه، این همه حال میکنی گریه میکنی به خاطر همین همشون زده میشن. مثلا لااقل لااقل مثلا 1000 تومن هم بهش بدم مثلا 10 میلیون چه دارم مجانی فیلم بچا اکام. اگه چیز نباشه لایسنس خوانندگی نداشته باشی تو ایران به هیچ پولی در نمیری. واسه چی اون دو تا بچه‌ها کی بودن؟ مسیح و آرش. آرش و مسیح قبلا بغل ویدیو داشتن، بغل سروش هیچ کسا تسلو دیگه می‌خواستن رپر می‌خواستن بشن، بعد ویدیوهای سکسی مکسی داشتن تو یوتیوب، بعد یه دفعه چی شد که اینا مجوز گرفتن وضعشون یه دفعه خوب شد، بعد از ده سال گذشت به خاطر کانسرت آرش. آرش و مسیح آره راست میگی، من قدیمی اونا خیلی قدیمی بود، خیلی قدیمیان بچه‌ها. بعد اون موقع توبه کردم حتما دیگه مجاوز. اگه مجوز میخوای باید زیر قانون باشی دیگه، قوانین کشور رو باید بذاری اینطوری خواهی بمالی پول تو کنسرت ها. اصلا بچه رپ ایران اونقدر پول در نمیارم، یاس که بیزنس خودش داره. بذار بگم کیه، بذار بگم کیه، فرزه بذار بگم کیه. کسایی پول دارن از رپ ایرانی که سایت بت دارن، آفرین. اوکی کسایی هم که سایت بت دارن، زد بازی. خب اونا که همه میگن آقا جایدن پیام رسیده که بچه همه وصلن به دولت، میدونی بچه همه دولتی هن. نه نه اونایی که سایت شرط بندی دارن اونا وضعشون خوبه دادش، اونا همشون زیر پرچم همون خز و خیلی ترکی هن، بیشترشون با اونا هم کار میکنن، این پنل سایتاشون رو میگیرن اینا. پول خلاصه پول از ملت یه جوری بهشون میرسه، بر حال اگه از رپ نرسه از اون طرف از شرط بندی میرسه. تو عجیب ساعتی در میارم پایز پیش من باید اینا رو میشمردم. بچه آجی بقید لفظ خالی سراخ کمو نشون میده میگه تیر خوردم. داستان تیر چیه؟ تیر خورد بکنم حسین اومده لات بازی داره بوده، گفته این جای سراخ تیره، بعد این گفته سراخ نشون میده. ای خدا ای خدا آجی فدایی برید یارو کش. این الفاظی هم که داره استفاده میکنه واقعا تخریب کننده است آجی، حالا مخاطبش هر کی باشه بجز حالا میگه حسین هم نباشه، واقعا داره تخریب میکنه یارو رو. بعد میگم کشت، داره جایی میزنه که میسوزه، داره جایی میزنه که میسوزه. سوزون بچه آجی بقیه لفظ خالی سراخ کنو نشون میده میگه تیر خوردم. تو یه لبات هنوز مونده رو دست قاضی، چی کار داری میکنی اشکان؟ اشکان نکن این کار رو اشکان. دست بازی جای لبات مونده رو دست قاضی. آزاده اربابت، دستش افسارت، نه فقط تو و امثالت. اصلا چیه تو که چند سال ابزار کارت فقط یه دستماله. حاجی وایسا گفت آزاده. آزاده که زنشو میگه اونو ولش کن، میگه سلاح دستت چیه تو که تنها سلاحی که داری این چند وقته فقط دستای خالیته، یعنی داره مالش میده. حاجی قبلش آقازاده آقازاده نه گفت آزاده بزن قبل آزاده. گوش کن گوش کن گوش کن چون نشون میده میگه تیر خوردم. بس بازی جای لباس مونده رو دست بازی. یه آقازاده اربابت، یه آقازاده اربابت. یعنی میگه شما به بالا وصلین، شما بالا وصلین. یه آقازاده اربابت داستانش اون با یرو که توی اسپانیا هست. قرار شد دعوا کنن و نمیدونم آدم بفرستن و این حرفا اینا. ساشا سوپانی از این ویس خودش گفت حسین همه اینا رو برنامه کرده بود که فقط پروموت بشه بیاد بالا، یعنی بویسای حسین رو گذاشته قشنگ اکسپوزش کرد. بعد این اینو میگن آقازاده است، خب این پول داره، یعنی این خداوکیلی با احمد این نژاد عکس داره اونا کو اونا پوینت ساشا سفونی احمد نژاد. این الان فدای فکر کنم همینه میگه، میگه یا آقازاده ارباب بالا سرت میگه دستش افسارت، میگه افسارت دستمونه مثلا اینه،
یعنی به خاطر پول و فیم و این چیزا رفتی افسارت رو دادی دسته یه آقازاده. ببینی چی میگه؟ آره آره، بریم بریم بقیش بشو بریم. دست بازی جای لواز مونده رو دست بازی. یه آزاده اربابت، دستش افسارت، نه فقط تو و امثالت. اصلا چیه تو که چند سال ابزار کارت فقط یه دستماله؟ بح بح، دستماله یعنی داری میمالی؟ آره دیگه، تو که تنها ابزارت فقط یه دستماله، یعنی داری میمالی؟ ابزار کارت فقط یه دستماله. شب لفظ میام صبح میبینم کاغذ مرد، شعرام مدرکه. کاغذ چیزه، اسم کمپانی حسینه. میگه شب میخوابم صبح پا میشه ببینم کاغذ مرد، یعنی کلن کمپانی تو نابود کردم. داره چی کار میکنه؟ برم چی؟ شهرام مدرک خودکارم آلت جرم، یعنی خودکار من اون چاقو است پسر. خیلی دیس کرد. نه دیس کرد، اصلا نابود کرد، یارو خورد جایی زد که واقعا میسوزه. یعنی داشت قشنگ فکت میگفت، این همه هر چی میگفت داشت یه جایی میزد که اتفاق افتاده و میسوزه. نگاه کن، من دردم گرفت، من دردش بمونه، من دردم الان هضم این الفاظی که استفاده کرد خیلی سخته. حاجی بعد ببینیم حسین جواب چی میگه. بریم ببینیم حسین چی گفته. حاضرین؟ حسین اصلا خودش درست هم نکرد، همین تو خیلی دستو. چیز اومده خیلی خیلی لاتی، میدونی خیلی گنگی اومده، فقط دوربین گذاشته تو حیاتش، گفته بیا اینطوری ریسیت میکنم. لتس گو. به درومت کنم. البته میگم من مثل تو نیستم، وقت بذارم حفظ کنم، دوربین بیارم ببرم. وقتتو ندارم. آفرین. وجود نداری، لطف دوربینه که تو رو دیدیم. مورد نی کی به کیه، تو رو کیرید، یه بیلیت خرجشه دیگه، کلا کیری. شما صوتین همه تو نین سیری، کلا کیری. میگه شما همه صوتین مثل سیری، اپل سیری هست، یعنی همه تو فقط صدایین، وقتی به فیزیکی میرسه همه شون یه مش سسولین. پسر داری چی کار میکنه اول داستانه؟ یه بیلیت خرجشه دیگه، کلا کیری. شما صوتین همه تو کلا کیری. حتی کلاغا هم خبر کس میدن، دستت مهره تقل فیک. شما اربابتون اجنس بدن حیف، ما اربابمون میکنه قمر و قیب. اوکی من چی بگم؟ ما اربابمون میکنه قمر و قیب. من دردم داره میگه اینطوری، من نمیتونم تا آخرش گوش بدم. من دردم داره میگه ما اربابتون اجنس بدن حیف، ما اربابمون میکنه قمر و قیب. نقاب چیه بچه جون، مگه دنیاتون چی داشت و جنگ نون؟ لال بمون حیبت آسمون، بالا سر شاهد چی آرزون؟ راستی گفتی از تیر خلاص، هی حراس رو همتت بسته نقش، بسته لفظ، شو کنید هرچی هست، اینجا میدون تشنه انگیزه است. بره فکر کنم من میگه هر چی هست، هست. میگه اینجا میدون تشنه انگیزه فیس تو فیس صحبت کنیم. میگه الان لفظ بازی همش نشستین. آره. به لطف دوربین من شما را اصلا شناختم، یعنی آره والله. اگر میگی شما همه تو دوربینی هیچ کدوم از این نیست که من نزدیکی ده باشم بهتون، همه تو دوربین دیدم. این کلا کیری رو قوم این خودش یه دیس کامل بود اصلا. دست لفظ، شو کنید هرچی هست، اینجا میدون تشنه انگیزه است. دغدغه شده چهار تا خردسال، کف بزنن برات بین حضار. اوه اوه اوه، فنای رپ فارسی داره میگه خردسال. بریم میگه شما آدیس اونو میگه، میگه فنای اونو میگه. آره فنای اونو میگه. آره دیگه فنای اون میگه شما باشی خردسال کودکن که فقط دارن به جو میدن، خیلی ترکون نیستی. ای دغدغه شده چهار تا خردسال، کف بزنن برات بین حضار. وزن مگس با یه مغز نوزاد، قورتت میدم درست عین قرصان. دست پل سرات شاخه نبات، قسم به گل لبات، من یه جنگ زدم بدتر از خاک عراق. تو رو که من یک جنگ زدم بدتر از خاک عراق. یا کن من نمیدونم، خیلی سخت شد بگیم کی بهتر بود، ولی به تاخرش ببینیم چجوری تمومش میکنه. این فینیشرشه، این مایک دراپه. آی ریلی موست دراپ دراپ فینیش هیم فینیش هیم. قسم به گل لبات، من یه جنگ زدم بدتر از خاک عراق. تو رو که میکشم توی دماغ. آه ننداخت. آه تو رو میکشم توی دماغ. آه ریفرنسد به کن. آقا خیلی نایسی، thank you.
از اول بریم، از اول بریم. 3-2-1 آقا جیزس کرایست من لیمی تاک. آقا اینم از رپ حسین، دیس بک حسین به فدایی. میدونم این داستان رپ ریاکشن میخواین ولی پادکست نمیتونیم ریاکشن میذاریم چون کارمون الکی طولانی میشه. از نظر من اشکان فدایی به نظر ترکوند. من که گفتم سال پیش، سال ایرانی الان چه سالی هستیم توی رپ تو سال فارسی؟ 1400. آره من گفتم بهترین رپر سال 1399 اشکان فدایی بود از نظر شبکه ما. کلماتش خیلی میدونی فیک بروه، یعنی از ایناست که حسین هم خودش گفت advanced. آره مثلا خود الان حسین هم اول ویدیو گفت من وقت ندارم مثل تو برم بشنم اینا رو اینقدر روش فوکس کنم بنویسم، من همینطوری میام دیست میکنم میدونی، یعنی حسین خیلی لاتی گفت. ولی من فکر میکنم اشکان فدایی هم ببین زیاد تمرینی خاص نکرده بود روی ویدیوش، خب اونم مثلا بنزه خودش فکر کنم یه تیک بودش، فکر کنم همش یه تیک رفتن. اونم خیلی قدره، خب از این الفاظی که استفاده میکنه اون یکی کسیه که ببین مثلا فدایی، خب این الفاظ مثلا همش سبک کارشه، کسی بخواد دیس کنه همینطوری میتونه یه فریستایل بره همونجا بشونتش سر جاش، خب نرفته که دوربین بگیره، کیفیت دوربینش هم گفتم انگار بالا نبود، انگار با نوکیا گرفته بود که، ولی حسین من گفت دوربین آوردی و بلاتون دوربین آورد این داستانا. آره قوله به قول چیز تمام علیرضا میگه فدایی خودش شاخ، مثلا فدایی الان میگیم ما داریم میگیم مثلا مثلا با سروش شکست تمرین کرده این چیزا، obviously سروش الان ریتایر شده، سروش کلا از داستان رفته، خیلی خیلی وقت رفته بیرون، مثلا اینا فدایی جایگزین کرده، مثلا اینا فدایی آدم همچین سبوکی نیست، همچین آدم کمی نیست که حسین مستقیم اومده دیسش کرده، چون دیگه اسم از هیچ کس نبردش، اسم از هیچ کس نیست. من اصلا این فدایی رو اولین بار میشناسم. خب نه بس تو اوکیه، تو اصلا زیاد نظر نده اینجا، چون هرچی نظر نده اینجا نیست. تو در مورد این رپ از من نظر خواستی، بذار بهت بگم. نظر من حسین خیلی روون و مثلا قافیه دار و خوشگل اومد، حتی فریستایل هم باشه مثلا سنتنساش به هم میخور، اما مثلا اون از یه چیز میروید توی یه چیز دیگه. فدایی بود چی بود؟ ببین به فریستایل قافیه نیستش، آره. اونطوری قافیه داشته باشه، مثلا قافیه هم نداشته باشه، مثلا میگم حسین مثلا حتی مثلا تو مدت کم هم مثلا یه چیز آور که هم دیسش کنه هم مثلا خوب باشه، مثلا بشینه مثلا اون فقط گوش بدیم. من حقیقتاً توقعم از حسین خیلی بیشتر بود، میخواستم بزنم مثلا به خود فدایی، خب حسین نزد به خود فدایی، حسین داشت نیوترال صحبت میکرد، این شبیه چیزی بود. وایستا خودش میگفت من جنگیم از قدیمیام اینا، دیسترک فدایی رو که گوش دادیم، فدایی داشت میزد قشنگ جایی که بسوزه، خب داشت قشنگ میزد به حسین، همه چیزاشو داشت می. خب آقا این چیزی که ما دیدیم به عنوان مثلا یه بیننده، جدا از اینکه بخوایم تو این بحث باشیم نباشیم، مثلا تو این بیف باشیم، چیزی که من دیدم الان از فدایی یه چیز قوی بود، یه کاری بود که داشت میزد قشنگ جایی که داشت میسوزون، خب رو نقطه ضعفای طرف داشت مثلا انگوش میذاشت. از اون طرف اون کامبکی که من انتظار داشتم حسین بیاد بده مثلا پاره کنه طرفو نبود، حسین یه جور نیوترال اومد صحبت کرد، یعنی هیچ طرفی نگرفت، نه اومد به خود طرف زد. نه میدونی بذار چیز بگم، به آهنگ کلشاتو چندی و ببین ماشین گان کلی و من مثلا هر چی داشت و نداشت مثلا توی یه چیز مثلا هر چی رپ تمومش کرد، آره آره هر چی داشت و نداشت به چیز گفت، بعد مثلا امینم اومد با دو تا چیز مثلا با خاک یکسانش کرد، مثلا حسین ابلیس هم میتونست بیاد مثلا یه روز من همونجا فکر میکنم کامبک امینم هم بعد ماشین گان کلی خیلی به نظر من خیلی باحال. نه من ماشین گان رپ ماشین گان کلی رو دوست داشتم ولی کیلشات خوب بود تمومش کرد، ولی نه دقیقاً دقت کن اسمش روشه دیگه کیل شات. نه اونو دارم من میگم ماشین گان کلی یه بالز خیلی گنده ای داشت، خب تصمیم گرفت که بیاد کیس خدای رپ آمریکا رو دیس کنه، دیس کرد، دمش هم گرم، دیسش هم خوب بود، هیچ کی نمیاد گفت ماشین گان او ماشین گان کلی دیسش بد بود، هیچ کسی هم حرفی نزد. آره خوب بود. ولی قطعاً انتظار میرفت که امینم بیا تمومش کنه، بیا تموم کنه، ولی انتظار تموم کردن امینم با یه اختلاف خیلی زیادی مردم میخواستن تموم کنه ماشین گان کلی رو، ولی امینم اومد با اون اختلاف تمومش نکرد، با این اختلاف تمومش کرد، میدونی ما یه اختلاف 100% میخواستیم ولی امینم با 40% توانش تمومش کرد، واسه همین مردم گفتن میدونی چیه امینم ترکوند، ولی در هر صورت اون کسی که اومد نزده که امینم رپ کرد دیسش کرد جالبه، امینم همه میدونن امینم هر کی بخواد دیس کنه دیس میکنه، درسته، ولی احساس میکنم اون تکستی که امینم نوشته بود بازم مثلا همین مثل داستان حسین زیاد نزد به خود طرف،
ماشین کلی از دخترش و ناموسش و همه رو زد جر و واجر کرد. خب همین الان هم فدای هم میکنه شخصیت. آره ببین امینم باقی مونه، الان ماشین گان کلی تموم شد. اون یه پریود داره برای خودش. فدایی هم مثلا همین شکلی، مثلا میاد هر چی داره و نداره به طرف میگه، بعد مثلا چهار رپر دیگه هم از این مثلا طرف خوشش نمیاد، باز میان اینو دیس میکنن به خاطر حسین. حسین قدیمیه. درست 100%. خود هیچ کس میومد توی این بیف خیلی جالب، هیچ کس میومد با داستان جالب میشد که پدر رپ فارس با اون همه قدرت تازه برگشت، فقط مثل امینم دیگه، مادر رپ فارس. وقتی امینم برگشت با دیس برگشت، هیچ کس میخواست بیاد باید با دیس بیاد، رپ فارس بالا پایین میشه. کل چند نفر دیس کردن؟ یاس دیسش کرد نیومد، زد بازی دیسش کرد نیومد، حسین الان دیسش کرد نیومد، یارو نمیاد، نمیخواد بیاد. دمتون گرم که هستین، دمتون گرم که این ریاکشن دیدیم. ریاکشن اگه قرار باشه تو این چنل بیاد یا ادامه پیدا کنه، فقط به این صورت قرار اتفاق بیفته توی پادکست های ما هستش، چون دیگه شبکه فقط شبکه مخصوص ریاکشن نیست، این شبکه ولاگ داریم. بچه‌ها واسه تازه پیوستن به شبکه، قرار شبکه خودشونو دارن، دلار رضا یوتیوب شبکه خودشو داره، کار خصوصیشو میذاره، سروش هنوز یوتیوب نداره ولی به زودی سروش هم یوتیوب قرار بشه، بعد من هستم تو پروزاستا نیست که بخوایم مثلا من بش انشالله اگه بچه ها همیشه وقت بدم به ما میدونی. الان این دروغ میگه، این قسمت که داریم صحبت میکنیم به جان خودم سه هفته طول کشید من اینا رو همه رو بغلم جمع کنم. سه هفته دیدی تو اون آقا دمتون گرم که هستین، حتما به شبکه سابسکرایب به شبکه ما در بیاین، این شبکه پادکستمون پدروز استاد، برید تو شبکه علیرضا، دان علیرضا این بغل من هستش میبینین، بعد سروش هم این پایین هستش، سروش هم که بیاین تو اینستاگرام فالوش کنید، یوزرنیمش هستش روشی11، بیاین فالو کنید، قراره بیشتر صحبت کنیم. این یه تیکه‌ای از پادکست قسمت 1 ما هستش، اونایی که میخوان کل قسمت رو ببینن بیاین تو شبکه، برن توی پلی لیست پادکست، اونجا تمام پادکست های ما قسمتی هستش. دمتون گرم که هستین، تا یه ریاکشن دیگه از پادکست رد یا رد پادکست. ادیوس. بیچیز هنی وی دونت دانس وی دانس و سموک وی می دوین اپ اوت اف فرانس هاو یو گونا سی وی دونت بنگ انی استریتس هاو وی فاکین چارجد. Don't make me laugh, we had man screaming out, oh my lord. She wanna dance with the GBGs,